حالا به موضوع دیگر می‌پردازیم. همزمان با نشست سازمان جهانی کار در ژنو روزهای چهاردهم ژوئن، تظاهرات اعتراضی از سوی فعالان کارگری برگزار میشه. یک کمیته تشکیل شده از فعالان کارگری در کشورهای اروپایی در میان ایرانیان که با پشتیبانی نهادها و اتحادیه‌های کارگری در اروپا روبرو شده، فراخوان دادن برای 7 ژوئن که یک تظاهرات اعتراضی برگزار بشه و اعتراض عمدهشون هم به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی هست در نشست سازمان جهانی کار به عنوان نمایندگان کارگری. با جمشید مهر همراه هستیم، یکی از دستاندرکاران کمیته فراخوان دهنده. آقای جمشید مهر، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام دارم خدمت شما و دستاندرکاران رادیو یا تلویزیون همبستگی. سپاسگزارم که این فرصت رو به من میدید، در خدمت شما هستم. آقای مهر، اول برای ما توضیح بدین که این کمیته چگونه شکل گرفته و فراخوانی که دادین چگونه پیش برده خواهد شد؟ خب این اجلاس یا کنفرانس ادواری سازمان جهانی کار همه ساله تو محدوده ماه ژوئن در مقر اروپایی سازمان ملل و سازمان جهانی کار ILO برگزار میشه. در سالهای گذشته هم در واقع شاید به تأکید بتوان گفت که همه ساله تظاهرات و تجمعاتی در مقابل ILO در ارتباط با نقض حقوق بنیادین کار در جمهوری اسلامی برگزار شده، ولی از 2 سال قبل در واقع تلاش شد که هم برای اینکه در واقع یک مشارکت گسترده‌ای صورت بگیره و هم در واقع پشتیبانی گسترده‌تری از مبارزات طبقه کارگر ایران صورت بگیره، تلاش بشه که بیشتر یا همه فعالین و مدافعین جنبش کارگری و طبقه کارگر ایران در کشورهای مختلف بتونن این تجمع اعتراضی رو برگزار بکنن به شکلی دموکراتیک تر، و در واقع در سال گذشته این شکل رو پیدا کرد. امسال هم در واقع این گونه شد با فراخوانی که گروهی از همراهان طبقه کارگر، مدافعین حقوق کارگر از سوئیس در واقع انتشار دادن. جلسات متعددی برگزار شد و در واقع از کشورهای مختلف فعالین و افراد مختلفی شرکت کردند و یک کمیته در واقع سراسری برگزاری تجمع اعتراضی 7 ژوئن در مقابل سازمان جهانی کار پا گرفت و به دنبالش در واقع گروه های کاری مختلف و متعددی تشکیل شد، فراخوان داده شد به همه مدافعین و تشکل‌ها و گروه های سندیکایی و اتحادیه های کارگری، و این روند تا اینجا پیش رفت که خب حالا مشخص شد که روز 7 ژوئن در شهر ژنو در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل این اعتراضات برگزار میشه از ساعت 12 تا 3 بعد از ظهر در میدان پلاس دوناسیون در شهر ژنو. امیدوارم که پر حرفی نکرد. خواهش میکنم، خواستای اساسی شما چیه؟ اگر که در واقع خب حالا به همین فراخوان ها و به اصطلاح تداوم کار نگاه بکنیم، خیلی تیتوار اگر بخوام بگم این هستش که این تجمع اعتراضی به طور مشخص خواهان آزادی بی قید و شرط همه فعالین کارگری که
طی سالهای گذشته و در واقع در همین امسال به دلایل به اصطلاح دفاع از حقوق کارگران و جنبش کارگری دستگیر شدن و زندانیان سیاسی در واقع آزاد بشن. این یک تیتر کلیه در واقع. نکته دیگه در واقع این که خب بر اساس هم مقابلنامه‌های سازمان جهانی کار و هم در واقع روابط و مناسبات میان کارگران و سرمایه‌داران، حق تشکلیابی، سازمانیابی، حق اعتراض، تجمع، اعتصاب و داشتن امنیت شغلی که هر کدوم از اینایی که برشمردم خب در واقع معضلات گسترده ای رو در کشور به وجود آورده، تعرضات همه جانبه ای رو علیه طبقه کارگر ایران صورت داده، خب این هم در واقع خاص دیگه یا ترکیبی از اون دلایل این تجمع. و نکته دیگه که باید بگم در واقع باز لغو دستگیری، لغو به اصطلاح دستگیری و شکنجه و اعدام در ایران هستش، خاص در واقع تقریبا که چه از کنم تقریبا در واقع خاص عمومی مردم هستش که اعدام ها در واقع جلوش گرفته بشه و خب پشتش پشتوانه مبارزه طولانی برای لغو اعدام و در واقع این نکاتی گفتم در جنبش. حالا میتونی توضیح بدین درباره حمایت شماری از نهادها و اتحادیه کارگری در اروپا از این تجمع؟ تا اونجایی که الان در واقع روشن شده، گروه زیادی از تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌های کارگری، بیش از 14 یا 15 در واقع اتحادیه و تشکل سندیکایی در واقع از این فراخوان و این تجمع اعتراضی حمایت کردن. به طور مشخص مثلا چندین یعنی کلکتیو سندیکای فرانسوی و چندین تشکل سندیکایی فرانسه، دانمارک، عرضم به حضور شما که هلند، سوئد، انگلستان و ایتالیا فکر کنم در واقع در مجموع این تشکل‌ها پیوستن به حمایت از تجمع اعتراضی که در هفته ژوئن در واقع برگزار میشه و در واقع دفاع از خواستا و مطالبات طبقه کارگر ایران. آقای مر، این اجلاس به مدت 2 هفته برگزار میشه در ژنو، هر سال هم برگزار میشه. اونجا چه کار میکنن؟ چی میگن به هم دیگه؟ و چیزی رو تصویر میکنن؟ و چقدر تأثیر داره؟ حالا مثلا اگر یعنی تصمیم به تصمیم میرسن و نمایندگان از کشورهای مختلف هم اونجا شرکت میکنن، از جمله نمایندگانی از توی حکومت اسلامی هم در این اجلاس هستن که به عنوان نمایندگان کارگران ایران شرکت میکنن. چیزی نگفته هر ساله از سوی خانه کارگر شورای اسلامی، منتها این دفعه عنوان هیئت کارگری ایران شرکت میکنن. تفاوتی داره؟ اول توضیح بدین راجع به خود این اجلاس سازمان جهانی کار، جایگاهش، اینکه چه کار میکنن، 2 هفته اونجا چی با هم دیگه حرف میزنن و رایزنی میکنن. حقیقتش اگر که بخوام یه توضیح روشنی بدم این هستش که در اجلاس‌های سازمان جهانی کار به طور کلی در واقع راهبردها یا استراتژی مناسبات میان کارگران و کارفرمایان و دولت مورد بررسی قرار میگیره. خب شما بهتر میدونید که سابقه تأسیس ILO سابقه طولانی از 1919 در واقع این سازمان به وجود اومده و تلاش کرده که در واقع، اگر که درستتر بخوام بگم، این هستش که کارگرها و سرمایه‌دارها در واقع توی روابط اقتصادی اجتماعی خودشون وارد یک مناسباتی میشن، وارد در واقع یک روابط سیاسی اجتماعی اقتصادی میشن که
اساس این روابط در واقع منازعه برانگیزه. این رو در واقع هم نظریه پردازا یا اقتصاددانهای کلاسیک در واقع بهش معترفن و هم در واقع مخالفان اون یا منتقدان اونها در واقع به این نظریه در واقع توافق دارن که این منازعه به وجود میاد. کارفرماها یا سرمایه‌دارا تلاش میکنن که هرچه بیشتر در واقع شرایط و مناسبات حقوق کار رو جوری تنظیم بکنن که نرخ سود سرمایهشون کاهش پیدا نکنه، انباشت سرمایه صورت بگیره، در نتیجه خب تراز زندگی، دستمزد، معیشت و مثلا تأمین های اجتماعی محدود میشه. متقابلا کارگرها هم تلاش میکنن که در واقع با مبارزه برای تحقق اینها تراز زندگیشون رو حفظ کنن، در واقع بتونن زندگی کرامتمندانه ای داشته باشن. در نتیجه سازمان جهانی کار حالا علارغم اون تعادل هایی که اون موقع وجود داشته به وجود اومده و کارش در واقع اینه که این مناسبات رو با توجه به مقابل نامه ها یا کنوانسیون هایی که تصویب میکنه این رو اداره بکنه. از نظر من در واقع معناش این خواهد بود که یک جوری گرایش یا روند بازتولید، روند در واقع انباشت سرمایه و جلوگیری از کاهش سود سرمایه رو دنبال میکنه، به عبارتی روان میکنه روابط سرمایه‌داری رو و این تخاصماتی که وجود داره. ولی به هر حال اگر که حالا خیلی نخوام حاشیه برم، در واقع باید بگیم که اون چیزی که در اجلاس دنبال میشه این که این مقابل‌نامه‌ها اجرا میشود یا نه و در واقع حکومت‌ها و یا نهادهای دیگه پایبند این مقابل‌نامه‌ها هستن یا نه و اینکه نظارت بشه بر اینکه این مقابل‌نامه‌ها اجرا بشه. در اجلاس که همونگونه که شما گفتید در واقع ادواری همه ساله برگزار میشه، نقض این مقابل‌نامه ها به خصوص 8 مقابل‌نامه بنیادین کار مورد بررسی قرار میگیره. اینکه خود سازمان جهانی کار با چالش ها و مشکلات اساسی روبرو هست و در واقع تأثیرش چه خواهد بود که نظارت بکنه بر این مقابل‌نامه ها یا حتی اجرای اونها رو دنبال بکنه، موضوعی که شاید در ادامه بهش بپردازیم. ولی ساختار خود ILO و اساسنامش به گونه ای هستش که انتخاب نمایندگان کشورها رو به عهده دولت ها میذاره، یعنی این دولت ها هستن که نمایندگان به اصطلاح کارگری رو انتخاب میکنن. خب طبیعیه که در کشوری که مثلا جنبش سندیکایی قوی داره یا چند تا سندیکا وجود داره یا اتحادیه‌های مختلفی وجود دارن، نوع انتخاب کردن به گونه دیگری خواهد بود و در کشورهایی که در واقع جنبش سندیکایی وجود نداره، حق تشکل و سازمان یابی وجود نداره، انتخاب در واقع از سوی تشکل‌های حکومتی صورت میگیره. در ایران هم در واقع این به همین گونه صورت میگیره، به این معنا که اونهایی که یا نهادهایی که در واقع تصمیم میگیرن که نمایندگان حکومتی به اصطلاح انتخاب بشن، خب هیئت‌های تشخیص هستن، هیئت‌های حل اختلاف هستن، شورای عالی کار هستش، شورای عالی تامین اجتماعی هست، شورای عالی حفاظت و حفاظت فنی و در واقع مجموعه اینها از میان تشکل‌های حکومتی که وجود دارن، مثل شوراهای اسلامی کار، مثل کانون‌های صنفی کارگران، مثل در واقع نمایندگان، این سه نوع تشکل در واقع در جمهوری اسلامی مجاز هستن، از میان اونها انتخاب میشن. طبیعتاً در واقع تشکل‌های مستقل سندیکایی یا کارگری که در ایران هستن مثلا امکان مداخله در انتخاب نمایندگان رو ندارن. بله آقای امیر، رضا شهابی و داوود رضوی فعالان کارگری زندانی بیانیه دادن و اونجا گفتن که هیئتی که از سوی جمهوری اسلامی روانه نشست اجلاس کار شده نمایندگان کارگران نیستن، نمایندگان کارگران ایران. خب روشنه، یعنی کاملا رضا شهابی و
داوود رضوی و حسن سعیدی، حتی بسیاری دیگر از مدافعین حقوق کارگر، فعالین کارگری، لیست بلند بالایی اگه فرصت شد در واقع من اسامی رو همه رو خواهم گفت اینجا. خب مبارزه‌ای که طبقه کارگر ایران کرده برای اینکه بتونه تشکل‌های مستقل خودش رو برپا بکنه با سرکوب‌های افسارگسیخته حکومت روبرو شده. خب همین الان خود شما هم گفتید که رضا شهابی و داوود رضوی و حسن سعیدی در زندان هستن، اتهام یا اتهام در واقع باید بگیم که اونها اتهامات بی‌پایه، یه تلاش اونها این بوده که بتونن تشکل مستقلی رو در واقع به همراه کارگرا، با خود کارگرا، برای خود کارگرا تشکیل بدن. خب اینا و گروه بسیار دیگه ای از فعالین کارگری که خواستن تشکل‌های کارگری رو برپا بکنن، ایجاد بکنن، سرکوب شدن، زندان هستن. خب اون چه که روشنه به قول معروف مناسبات میان اینها رعایت نمیشه و خب حکومت خودش یک جانبه افرادی رو به عنوان نماینده کارگر انتخاب میکنه و میفرسته. طبیعیه که رضا شهابی، داوود رضوی، حسن سعیدی و بسیاران دیگر در واقع به این موضوع اعتراض داشته باشن و اونایی که انتخاب شدن رو نماینده کارگرای بدونن و نماینده حکومت بدونن. در این مورد توضیح بدم چرا چراییشو بیشتر میتونم توضیح بدم. بله، تجربه پارسال شما چگونه؟ بالاخره این اعتراض شما، گردهمایی اعتراضی شما نتیجه چی شد؟ این نمایندگان کسوی رژیم اومده بودن، اینا تا پایان اجلاس در اونجا بودن؟ ببینید، حقیقت اینه که خیلی نباید مثلا روی مسئله نتیجه تاکید کرد. اینجا یه فرصتی هست که در واقع پژواک صدای مبارزه طبقه کارگر ایران باشه، اعتراض مثلا بیان خواستها و مطالبات و جنبش کارگری باشه، در شرایطی که خب در جامعه سرکوب به شدت واقعا افسار گسیخته‌ای وجود داره و کارگرها در همه حوزه ها سرکوب میشن، به خصوص در حوزه تشکلیابی، خیلی نمیتوان به نتیجه‌ای که در این مثلا مقر سازمان جهانی کار یا در مقابل سازمان جهانی کار به دست میاد توجه کرد یا تاکید کرد. به این دلیل که خب همون گونه که گفتم، سازمان جهانی کار در واقع نماینده دولت ها هم هست، در واقع بینا دولتی هستش. روشنتر بگم، مثلا این که سفیر جمهوری اسلامی در ژنو به عنوان رئیس هیئت مدیره ILO انتخاب شده و همچنین در واقع در بخش دیگری مسئول در واقع آسیا و اقیانوسیه و آسیا شده، از این بابت در واقع نمیشه گفت که خب حالا چه نتیجه‌ای داشته. یا باز برای اینکه یک کمی روشن‌تر بکنم قضایا رو، همین چند وقت پیش، یکی دو هفته پیش در واقع، اول در اسفند 1402 خب این آقای بحرینی اونجا انتخاب شد به عنوان رئیس هیئت مدیره. نکته دیگه ای که باید بگم این که مثلا همین چند هفته پیش یه کنفرانسی در ترکیه برگزار شد که خود آیلو برگزار کرده بود. اونجا خب مثلا نشون میداد که بحران‌های یا چالش‌هایی که در واقع در آیلو با کشورهای مثلا منطقه روبرو هستش چگونه هستش. همین هفته گذشته هم در واقع یک همایشی در ایران برگزار شد، همایش در واقع اصول بنیادی کار، که خب این آقای گیلبرت هنگبو، اگر که اسمش رو درست تلفظ کرده باشم، دبیر کل سازمان جهانی کار یا مدیر کل سازمان جهانی کار، خب در واقع به اون همایش پیامی فرستاده و مثلا فرض بکنیم که به نوعی
جمهوری اسلامی رو در نقض یا در واقع عدم رعایت مقابلنامه های سازمان جهانی کار در واقع بهش اشاره ای نکرده و در واقع گذشته و حتی مثلا تبریک فرستاده، عذر میخوام، تسلیت فرستاده برای این که مثلا رئیس جمهور فوت کرده یا کشته شده. در اینجا بر این اساس نمیشه قضاوت کرد. نتیجه رو باید در جایی گرفت که این اعتراضات و این تجمع بتواند در واقع گامی در پژواک مبارزات طبقه کارگر ایران و بیان خواستها و مطالبات جنبش کارگر ایران تو حوزه‌های مختلف در واقع اون رو پژواک بده و با توجه به اینکه هر چقدر اون اعتراضات گسترش پیدا بکنه، این نهادهای بین المللی مثل سازمان جهانی کار و خود سازمان ملل میتونن تحت تأثیر اون مبارزات احتمالاً اقداماتی رو به نفع جنبش کارگری یا طبقه کارگری ایران صورت بده. آقای جمشید مهر، در پایان کوتاه لطف کنید، به لحاظ تدارکاتی میپرسم، اگر دوستانی بخوان شرکت بکنن در این تجمع اعتراضی چگونه میتونم با این کمیته تماس بگیرم؟ آیا امکاناتی اونجا هست برای اینکه برای پذیرایی و اسکان اونها در ژنو؟ حقیقت این که به طور مشخص از طرف کمیته این اقدام صورت نگرفته که اسکان به اصطلاح کسانی که اگر میخوان اونجا بمونن یا شب یا روزی زودتر میان در واقع اونجا بمونن، این تدارک نشده. ولی در بیانیه ها و در واقع در ارتباطاتی که خود کمیته داشته، دو تا محل در واقع در ژنو هستش که آدرسش داده شده که از طریق اون آدرس ها میتونن محلی برای به حال اقامت خودشون توی یه شب یا یه روز یا دو روزی که اونجا هستن در واقع اونجا اومده، میتونن با استفاده از ایمیلی که خود این فراخوان یا به اصطلاح دعوت به تظاهرات که کمیته سراسری تجمع هفته جوان داده، اون رو در واقع اونجا از طریق اون آدرس یا اون ایمیل آدرس در واقع تماس بگیرن و احتمالاً برای خودشون محل اقامتی رو رزرو بکنن اگر میخوان. خود فراخوان و در واقع بیانیه هایی که تا حالا منتشر شده، ایمیل آدرس توش هست و در واقع شماره تلفن هستش که از طریق تماس با اون تلفن میشه پرسش کرد یا سوالهایی رو داشت که کمک بکنه به دوستانی که میخوان بیان تو این تظاهرات جمعی شرکت بکنن، کمک بکنه برای اینکه احتمالاً مشکلاتی پیش بیاد حل و فصل بشه. من حضورتون و اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان و بینندگان گذاشتید تشکر میکنم. من سپاسگزارم و تشکر که این فرصت رو به من دادید که واقعا بتونیم صدای مبارز، یعنی در واقع پژواک مبارزات طبقه کارگر ایران به خصوص جنبش مطالباتی طبقه کارگر ایران باشیم، و مجدد سپاسگزارم از شما برای این فرصت. تشکر، بر روز و شبان شما بخیر. تشکر میکنم.